رفته بودیم زیارتشون کنیم، اون آقای محل ما پیله کرد به ایشون که ایشون مجتهد، یعنی من گفت من امتحان میکنم. گفتم بکن. گفتن ملاقی شبهه محصول چه حکمی داره به من؟ گفتم لا یحکم علیها بالنجاسه. وقت گوشش سنگین بود، پسرش داشت پذیرایی میکرد که اون پسر بعد حلال معمم شده و حوزر او اداره میکنه، من معلم بود. گوشتر بود. گفت چی گفتندشون؟ گفتندشون گفتن لا یحکم علیها بالنجاسه. گفت با با با. خب حالا من شرح بدم ترسن یعنی چه این داستان، چون اینجا هست الان جلو من بازه مسئلش احکام نجاسات و چه اینجا ها میگن حرفا. خدمت شما از شبت که شما فرض کنید که دو تا لیوان آب داریم، یکیش نجسه یکیش پاکه، ما تو گم کردیم ما که کدوم نجسه کدوم پاکه. دست شما میاد میره توی که از اینا، اینو بهش میگن ملاقی شبهه محصوره. شبهه شما محصوره تو دوتاست که نمیدونید کدومه، به همین خاطر شبهه بهش میگوید. دست شما به یکی اینا ملاقات کرد. حالا دستور کاغذی همینجا هستید، آبا رو خوش میکنید چون خدا آبش بعد اجتناب کرد، اما این که آب دیگه نداره فقط ملاقاتش میمونه. چون نمیدونیم به نجس خورده یا نه، اینم قبلا پاک بوده پاک حساب میشه، چون شما دستتون قبلا پاک بود، شک دارید نجس شد یا نه، اینو میگن پاک. ملاقی شبهه محصوره حکم به نجاست نمیشه. حالا شما اونو بخونید، همونی که میخوندید ملاقی شبهه محصوره چون دارن جواب مردونن اگر با بعضی از اطراف تماس پیدا کنن بله. ببینید این که الان دست اگر مثلا واقعا تو ادرار کرده بودم من دستو، ولو با دستمال کاغذی خشکش میکردم، ولی اسمش متنجس بود، یعنی اگر میخورد به این میز با رطوبت بالاخره سرایت میکرد، اما این حکم متنجس رو نداره، یعنی پاکستان میشه. آیا لوی خونسا پدر همین آیا پدر احمدش کرد؟ بله معلوم شدش. بله چشم نه بذارید دونه این دستم که کردم تو لیوانه در بیارم میکنم اون تو، این دیگه حتما نجس شد، برای اینکه دیگه از شبهه در اومد حتما به نجاسته برخورد. میتونید آبش بکشید، نمیگم نجسه، ولی دو وقت اونی که بکنید بازم هم نمیدونیم نجس شد. بله بله بازم با اونی که پاک باشه دوباره همون پاک حساب میشه. خب اینم از این اینو بهش میگن اصالت و طهاره، اصل بر طهارته. اصالت و طهاره مال نجاست و پاکیه، اصالت و براءه مال این که مثلا کسی جرمی نکرده دزدی نکرده، براءت یعنی پاکیه ذاتی. اون یه اصلیست اینم یه اصلیست، من بگن اصالت و طهاره. بله خب نمازتون تمام نشده؟ بسیار، یعنی فشار ادرار و ایناست مثلا. خب اگه بتونید تحمل کنید خب بخونید، اگر نه سخته میتونید رها کنید برید. بله انحراف در قبله، دقیقا نمیدونیم که قبله کدام سمت بوده، تا چه اندازه به چپ و راست نماز بخونی در حالت اشراق از قسمت اصلی از حالت اصلی نماز ماشرا. بله خب جوابش رو بده. 30 درجه. شما فهم 40 درجه. در انسان تشبیه کردن به یک کره و جایی که خداوند متعال در قرآن مصدر که در موقع نماز وجهت یعنی صورتتون روی قبله باشه، اگر 360 رو تقسیم بر 3 بکنیم
3 تا 120 میشه، یعنی تقریبا 60 درجه 60 70 درجه اون چیز باشه میشه راه براش میشه باشه. خب حالا فرمایش شما رو توضیح میدم برای این آقای. اینجا احکام قبله که تو رساله هستش، فرض بکنید که قبله نمای درست حسابی داریم و قبله دقیق رو ما پیدا کردیم، فرض که آقا این قبله دقیق دو روز هست در سال، دو روز که سر یه ساعتی تو هم تهران سایه ها رو به قبله میشه میگن، اعلام هم میکنن توی رادیو اینا روزشون. علتش هم اینه که در همون وقت عمود میتابه خورشید به خانه کعبه در اون دو روز، اون وقت هر طرف شما رو به سایه واسید، سایه رو به اون ستونه مثلا اون قبله رو نشون بده. چند وقت پیش هم بودش دیدم باز تلویزیون گفتش، میگن هر وقت تو روزنامه هم بنویسید تو مرداد خرداد و تیر و ایناست، خرداد و تیر آره میگن هم چندم چندم اصلا ابلاغ نه، دوتای نزدیکه همه، هر دو در اون دو روز دقیقا سر اون ساعتی که گفتم ساعتش هم معلوم بکنم، ساعت حدود نزدیک یک و ایناست، حالا میگن ساعتش میگن که رو به هر سایه واسید قبله اونجاست. اینم باب اینه که خب حالا قبله دقیقه وقتی کسی مثلا بخواد ببینه. بله ما یه تقویم داریم منزل، یه بند خدا امروز هم نگاه میکردم این تمام ایام سالم در آورده، حتی امروز هم بود منتها ساعتهاش عوض میشه، تهران و اصفهان و هم کجا و شهرهای مختلف سالم بودشتون داره نوشته تهران امروز اگه نگاه کنید متوجه اون ساعت دیگری رو میگه، میگه این ساعت اگه شما هر سایه رو رو باش واسید الان رو باید قبل است. در آوردن اینا رو به بند خدا میگفت کامپیوتر اینا هم اینا رو داره، مثلا من چطور فلان از اونجا میگفت. عرضم بر این که احکام قبله قبله خانه کعبه که در مکه معظمه می باشد قبله است و باید روبروی آن نماز خواند، ولی کسی که دور است اگر طوری بایستد که بگویند رو به قبله نماز می خواند کافی است. بله به همچنین کارهای دیگری که مانند سربریدن حیوانات که باید رو به قبله انجام بشه. خب حالا یه وقتی آدم دقیقا مثلا بتونه مثل همین چیزایی که گفتم قبله رو پیدا کنه که اون خوبه، حالا نفتن سراغ این که اگر یه وقتی قبله بلد نیستیم، کسی که میخواهد نماز بخواند باید برای پیدا کردن قبله کوشش نماید تا یقین کند که قبله کدام طرف است. میتواند به گفته دو شاهد عادل که از روی نشانه حسی شهادت میدهند یا به قول کسی که از روی قاعده علمی قبله را میشناسد و محل اطمینان است عمل کند. خب این قبله نما هم حساب شده است کارش، رو قبله نما بلد باشیم میتونیم قبله را پیدا کنیم. اگر از اینها ممکن نشد به گمانی که از محراب مسجد مسلمانان بالاخره محرابای مسجد رو به قبله ساخته باشند یقین آور نباشه، گمان آور هستش اونو حساب کنه اون محرابا چه قبرهای مسلمان ها یه جوریست که اگه یه جوری واسیم قبر رو برومون باشه دست راستمون سر قبر دست چپ پایین قبر رو به قبله باسید، سر قبرها رو با تش رو معلوم بکنن رو سنگ قبرها، قبر رو برومون باشه که سمت راست دست راست سر قبر دست چپ پای مرده، قبرم رو برو این قبله است، یا از قبرستان مسلمون ها میشه قبله یا از راه های دیگه. حتی اگر از گفته فاسق یا کافری که به واسطه قواعد علمی قبله را میشناسد گمان به قبله پیدا کند کافیست. بعد حالا میرن جلوتر که اگر کسی که گمان به قبله گماننی بیش از 50% داره اگه بتونه گمان قوی تری پیدا کنه نمیتونه به گمان خود عمل کنه
مثلا اگر مهمان از گفته صاحب خونه گمان به قوله پیدا کنه ولی بتونه از راه دیگه گمان قوی تری پیدا کنه، نباید به حرف او عمل کنه. تو این قسمت آیت الله بهجت آسون گرفته. مرحوم فرمودن میتواند بنابر از هر به گمان خود عمل نماید. اگه مشکل نباشه احتیاط در تحصیل علم و یا گمان قوی تره، یعنی احتیاط مستحب. بله، یا همقدر که صاحب خونم میگه و ذهنمونم میره همین جوراست کفایت میکنه. آقای بهجت میگن به جای بند باشه این گفته تا برسیم به این که نمیتونه قبله رو پیدا کنه، که مرحوم امام بگه چهار طرف نماز بخونه، که آقای سیستانی بگه یه طرف هم کافیه. اینه که ایشون تعریف کردن، به نظرم میاد که سال 45 بودش، اینطور یادمه، 44 سال پیش، خدمت آیت الله میلانی خدا رحمتشون کنه. من عرض کردم که همین سوال ایشون، گفتم آه انحراف از قبله تا چقدر عیب نداره. حالا سال 45 مثلا من 23 سالم بود، آقای میلانی فرم بودن که درس خانده ای، سواد داری. این پند خدا پلو من بود از دوستان، گفت بله آقایشون دیپلوم اونم دارم طلبه بودیم چه افرا. این دیگه گوش نکرد بقیهش. من فهمیدم چرا این سوال رو کرد، چون کلمه درجه رو میخواست بگه. درجه رو باید بلد باشه کسی، مثلا 40 درجه 30 درجه هم درس خونده باشه، 30 و 20 درجه. ایشون فرمودن که قرآن میفرماد که اینما تکونو فولو وجوهکم شطره، وجهتون رو سمت کعبه بکنید. بعد فرمودن که وجه تمام اینجاها وجهه و سلس دور سره، یعنی وجه این تا چون اینجا 120 درجه رو میگیره. فرمایش های میلانی براتون میگم، چون بفردن نگفتم درست وسط وجه و اینجا هم وجه اینجا هم وجه، و از قبله تا 60 درجه هم که منحرف بشی بازم رو به قبله، وجهت رو به قبله است. اما آقا دیگه خیلی دست بالش باز بودش. ما کمرش هم پیدا کرد. توی مسجدی، هم مسجد رو بعض وقتا دستکاری میکنن رو به قبله میسازن، دیوارا رو کج پج میکنن. الان مسجد امام سم جعفر همطوره. تو خود خیابان آیت الله سعیدی که واسید، بله باید دست راست واسید، ولی ازم درک میرید تو درستش کردم، تو دالونه اومد حیاتم رو به قبله کردم و تو گوشون گوشه ها شد دیگه ساخت و مسازید. یکی از اومده تو خود مسجد کج واسده داره که در آورده بودم، آقام بود از آقایون بود از دوستانم بود، گفت آجا قبله اینجا درسته؟ گفت نه تهرون قبلش کجا؟ تهرون. گفتی بابا اینجا درم تهرون، بس به زهران قبلش کجا؟ بله، تصادفاً امروز چیزای فقه بود میخوندم، همین بحث بود، اصلا که برای هواپیما بود توش، مثلا حالا سوارش کشتی محمل چی فلان، که اگر میچرخه شما رو به قبله بچرخ. بله، توی هواپیمای نماز بخونیم، اون بند خدا این جایی که جا بود برای نماز همینجا بود که میرفت تو اتاق این آقا که میرونه، اتفاقی که بیومد بیرون گفتم قبله نشون داد، گفتم تو چقدر صاف را میره؟ گفت حالا صاف میره بخون. گفتم تو 10 دقیقه دیگه؟ گفت آره، حالا که به زودی کج نمیشه. حلبان هم میدونن که مستقیم جا. حالا در این حال من قبله نما همراه بود، چون قبله نما همونه نشون میداد، اونم جلوم بود.
اگه قبل نمایه میچرخید ما میچرخیدیم سمت قبل نمایه ولی اگه بچرخه ما بچرخه ندیدین میگن بچرخ تا بچرخیم بله بله امام عبدالله حیات حیاته بله حیات این ترنده از تو پایین این دیوار حیاتی که برداشتن مرده رو اینجوری شار کردن این حیات این بری این بری یعنی عموده به هم عموده این مرده بی خود نیست میگن این حیات و اون حیات حالا تا 60 درجهش که آی میلان قبول تو فتاوی آی خوی میدیدم که تا 26 درجه کسی عمدی هم از قبل منعرف واسه بازم قبل است 26 نوشته یا 27 26 بله همینه همه حرف هاست بله البته خیلی محسوس از قبل کجوان است بله ترشی که درست میکنن با سرکه قاطی میکنن بعد میجوشنن بعدا ترشی آمدن خب به سرکه چی میشه سرکه بجوشه که عیب نداره سرکه دیگه بجوشه عیب نداره نه دید طرف میگه دلم مثل سرکه شیره داره خورما و کشمش حالا خورما و کشمش رو براتون میخونم اینجا تو بخش همین بله پیداش کرد اونی که اگه به جوشه مشکل میشه انگور و آب انگوره مسئله 113 اگر انگور و آب انگور به خودی خود جوش بیاید حرام ولی نجس نیست مگر آن که معلوم شود که مست کننده است اگر به واسطه پختن جوش بیاید خوردنش حرام است ولی نجس نیست بعد مسئله 114 خرما و مویز و کشمش و آب آنها اگر جوش بیایند پاک و خوردن آنها حلال است آقای نوری و زنجانی میگن احتیاط مستحب اجتناب ولی آقای خمینی حلال یه بند خدای بود خدا رحمتش کنه این قضیه باز من خیلی سال پیش این هر وقت به من میرسید یه شوخی داشت یه دفعه گفت واسه میخوام مسئله ازت بپرسم ما آقای جلسه شون هم بودیم و خیلی سال پیش گفتش که دو تا مجتهد رفته بودن یه جا مهمونی دیدن که تو این پلوه هم کشمش پختن هم خرما یکیشون کشمش رو احتیاط میکرد حالا اون داشت میگفت اونی که کشمش رو حرفی نداشت خرما رو احتیاط میکرد حالا اینا چیکار کنن حالا داشتم فکر میکردم به من گفت واسه چی فکر میکنی این آقا رجوع کرد به اون آقا رجوع کرد به این دیسه تموم شد تو فکر چی رو میکنی خوردن رفت چیزی نمونده که تو داری فکر میکنی خوشمزه بودش خب اینه بس آب انگوری که تا قبلا چهل روز حالت شراب در میاد اگر اون انگور درش باشه تا چهل روز تبدیل سرکه بشه اگر اون به مثلا آب انگور رو قبل از این چهل روز بشه جدا کردن که حکم مشروع رو داره حکم شراب رو داره اگر خود به خود همجید سالها بگذره تبدیل دیگه نمیشه البته من بگه دوستان اینا رو بلد باشن این که من بلدم اینه که حتما سرکه قبلش شرابه حتما چون تو شیمی میگفتن انقلاب خلی خلن سرکه و اون عبارت از بود که تبدیل میشد الکل اتیلیک به اسید استیک سرکه که اسید استیکه قبلش الکل اتیلیکه که اون تغییر بود حالا چقدر طول میکشه که این انگور مثلا شراب میشه دقت دقیقا نمیدونم یه آقای بود این پل چوبی مغازه داشت سرکه و اینا میفروخت و این طبقه این بالا مغازش هم خونه بود و اون بالاش پشتمون بود مدرسه بود پشت این مغازه ها نیست البته اون مدرسه الان
این بند خدا خودش سرکه درست میکرد، نتیجتاً خمره ها که آب انگور اینا رو میریخ اون بالا اول شراب میشد بعد سرکه، وقتی شراب میشد بو الکل میومد تو مدرسه بعد سرکه میشد. آدم متدین بود البته، خب مثل که خب بالاخره سرکه بعد قبل شراب بشه. حالا چقدر طول میکشه، ولی شنیدم بعض وقتا مثلا هم نمک میریزن چی میریزن زودتر میشه، هم چیزا هم شنیدم. ولی اینکه دیگه کی میشه میشه نمیشه، اینو شما باید به عرق فروشی ها مراجعه. شراب بعد گذشت زمان تبدیل نمیشه. همینجا من الان به اون دقت نمیدونم، شما پلو موسی و قاراپتیان یه توک پا برید اینا رو بلد نه، والا اونا دیگه بلدن. این سرکس پزیان برای سرکه هست، سرکه میرزن بیدونم این جزیات شایی بعد از اینا پرسید. آره پتینو گرفتن؟ بله بفرد. اگر دکتر تجویز کنه، ما شمع شب یه جایی بودم بحث سر همین گفتن اگر دکتر تجویز کنه یه سری از آقایون اصلا احتیاط میکنن، حرفی نمیزن راجع به شراب. دکتر تجویز کنه یعنی چی بگه؟ مثلا یه بنده خدای انتهای مریش گرفته بود، یه جور سرطانی بود، یه بنده خدای یه دکتری بهش گفته بوده، دکتر حالا ما سرمون هم نفت گفته بوده بهترین راهی که انتهای مریش رو باز کنه نوشیدن شراب. حالا این بنده خدا اونجا بود، حالا بحث شده بود که آقا اصلا آقایون بعضی ها قبول نمی کنن، بعضی ها گفت بعضی ها قبول می کنن، اون یکی میگه اگر کسی بخواد با شراب نجس شفا پیدا کنه همون بهتر که شفا پیدا نکنه. حالا همچه شفا که حالا شما چی گفتی؟ خب اینجا توی این احکام خوردنی ها و آشامیدنی ها این داستان مطرح. یحرم الخمر به ضروره من الدین، شراب رو تمام فرق مسلمین حرام میدونند. به حیث و یکون مستحلها فی زمرت الکافرین، به جوری که اگر کسی بیاد بگه شراب حلاله کافر حساب میشه. مع الالتفات الی لازمه، حواسش باشه که همه مسلمان ها اینا حرام میدونن، نتیجه هستن اگه این حرف رو بزنه تکذیب پیغمبر کرد، چون پیغمبر فرموده 73 فرقه یه فرقه درسته کارشون، اون فرقه هم میگن نگه حرام، پس چون همه میگن حرامه بلقه اون فرقه درسته هم میگه حرام. کسی بگه حلاله خوب پیغمبر تکذیب میکنه. وقد ورد فی الاخبار التشدید العظیم فی ترکها، خیلی شدت به خرج داده شده که شراب نخورید، خیلی درگیری زیادی شده که شراب اجتناب بشه. خب حالا به زبون فارسی براتون بخونم رساله فارسی رو. مسئله 2633، آشامیدن شراب حرام و در بعضی از اخبار بزرگترین گناه شمرده شده و اگر کسی آن را حلال بداند، در صورتی که ملتفت باشد که لازمه حلال دانستن آن تکذیب خدا و پیغمبر می باشد کافر است. از حضرت امام جعفر صادق علیه السلام روایت شده که فرمودند شراب ریشه بدی ها و منشأ گناهان است، کسی که شراب می‌خورد عقل خود را از دست می‌دهد و در آن موقع خدا را نمی‌شناسد و از هیچ گناهی باک ندارد و احترام هیچ کس را نگه نمی‌دارد و حق خیشان نزدیک را رعایت نمی‌کند و از زشتی‌های آشکار رو نمی‌گرداند و روح ایمان خداشناسی از بدن او بیرون می‌رود و روح ناقص خبیثی که از رحمت خدا دور است در او میماند و خدا و فرشتگان و پیغمبران و مؤمنین او را لعنت میکنند و تا 40 روز نماز او قبول نمیشود و روز قیامت روی او سیاه است و زبان از دهانش بیرون میآید و آب دهان او به سینه اش میریزد و فریاد تشنگی او بلند است. یه خانومی آمد خدمت امام جعفر صادق گفتش که آقا من رفتم دکتر، دکتر گفته مریضی دوا شرابه.
بخورم یا نه. آقا فرمودن حالا که دکتر بهت گفته چرا من میپرسیم؟ آقا قیامت شما بگوی برای من کار درست میشه. اگه شما الان به من اجازه ندی بگو دکتر گفته کم همم. فرمودن که خداوند در هیچ حرامی شفا قرار نداده، که اونم بعد فرمودن اگر نمیپرسیدی و میخوردی اون روزی که خدا رو ملاقات میکردی خیلی پشیمان میشدی. خدمت شما شبت که این مال امام جعفر صادق. اخوه بزرگ من دکتره، غیر از کوچیکه ها بزرگم ده. خیلی سال پیش، من 30 سال پیش بیشتر بود، به وقت پلوش بودیم تو مطب، یک کتابی باز بود، کتابم که انگلیسی نوشته بود، یه جا نشون من داد، عکس بودش. حالا جزئیاتش یادم رفت، این گفت اینا که شراب میخورن این عضو بدنم کجا بود، این خراب میشه دیگه هم درست میشه. و میگفتش که شراب از این لب که میره تو اینجا که دیگه جذب میشه، تا وقتی تو بدنه همینطور ضرر میزنه و دوای هیچ مریضی نیست. بی خود میگه، هر کی میگه بی خود میگه، مریضی ها همه دوای خاص خودشو داره، این به هیچ چیزی دوا نیستش. کاری هم به چیز نداشت، داداش طب رو میگفت، بهانه ایسه شراب خوری شنو بری، حتما مراجعه کنه به پزشکا و دوا داره اون کار. اگر اونجور بود تو داروخانه ها یه دستم شراب چیده بود، آقا این مال اصناع شره بفهم. خب ازم برای اینکه یه دفعه توی جلسه ما سه‌شنبه ها داریم شب، این مسئله کسی سوال کرد و ما هم گفتیم بشه، حتی گفتیم که اونجا همین که کسی برسه به نماز، مسئله اینه که کسی به جماعتی وارد میشه و حالا مسئله است دیگه، میبینه که اگه تا بره برسه پشت صف پا میشه. آقا میگن که رو به قبله واسه و نیت کنه اون الله اکبر رو بگه و همونجا بره رکوع، که رکوع رو درک کنه، همونجا بره رکوع که هنوز آقا تو رکوع باشه. حالا خودشو به آقا برسونه، بره تا برسه به آقا پشت صفا و بالاخره اینجا که اتصال داره. این حالا از رو براتون بخوره، تو رکوع بره، بین رکوع بره، تو سجده ها بره، بعدش بره، هر جا میتونه هی بره جلو. حالا میخونم براتون. ببینید احکام جماعت که شروع شده تو عروت الوثقا مسئله سیومه در فصل 45، بعدش فصل 46 درشون. اذا حضر المأموم الجماعه، مأموم رفته جماعت بخونه، میبینه که امام رکوعه و میترسه که تا بره پشت صف برسه به امام وصل بشه، آقا پا میشه. نوا و کبر فی موضعه، همونجا که هستش رو به قبلت نیت کنه الله اکبر بگه و بره رکوع که آقا رو درک کنه تو رکوع. ثم مشا فی رکوعه، بعد تو همون رکوع در حالی که ذکر داره میگه بره جلو، تو ذکرم بره گیرینه، یا بعد رکوع، یا تو سجود، یا بعد سجود، یا بین سجده تن، یا بعد دو تا سجده، یا در حال قیام برای رکعت بعد بره تا برسه به صف. بله نه بره رکوع، همچون که رکوع از رکوع که آقا پناه شده که نمیتونه باشه. دولا بره آقا تو رکوعه که زودتر از آقا نمیتونه پاشه، هم تو رکوع بره. آقا که پاشد وقتی صافه بره، آقا که میره سجده تو اون حالت ها بره تا برسه به صف. حالا بعدش نوشتن سوا اون کان المش ال الامام، بعض وقتا مثلا امام من جلوه
من سیمتری پشتش بستم، این راحت میریم پشتش. یه وقتی جماعت ها اینجور نیست، این وره جماعت، نتیجتا من پشت به امام بستم، حالا پس پسی باید برم الالخلف. فرق نمی کنه یا امام جلوش باشه یا امام پشترش باشه او احد الجانبین، یا این ورش باشه یا اون ور. البته از قبله منحرف نشه، هم رو به قبله باشه، بره بره. یه جوری هم باشه که میره برسه به صف ها، مثلا یه دیواری باشه نشه رفت که نبند دستم. بله، رو به قبله بره، بره تا به صف ها برسه، به سمتی که به سمت جماعت بره، منطور همتی که رو به قبله است. بله، پس پسی بره این وری، بره اون وری، بره به سمت صف ها. حالت نماز رو، یعنی حالت رکوع سجودش رو، رو به قبله باشه، ولی بره بره تا برسه. خب اینم خود تا رکعت بعد وقت داره. اجازه بدید شما فرض کنید 100 مترم باشه، من میرسونم خودم رو تا رکعت بعد وقت دارم، همونطور رکوع که ذکر میگم ده بودو بیردی و سمتون سب برویل نگه و حرف نزه، برید وانه هستید، برید. از آقا پا میشه اونجوری بره، آقا میره سجده، تو سجده بره، بره بره تا برس. حالا یه وقت آقا پشت سره، پس پسی بره، یه وقت آقا این سمت دست راست بره، یه وقت این سمت او احد الجانبه. بله، تا فردا صبح هست برسه به صف دیگه، اینقدر بره تا برسه، فقط اینقدر دور نباشه که نگند اقتدا نکرده، مثلا 2 کیلومتر نمیشه، اینجور باشه که بگن اونو اقتدا کرده. حالا اگه مسجد بزرگ بود مثلا امام جماعت هم مثلا مثل حضرت عالی زره سری و سلات بودیم باشه تا برسیم. شما بیا بس من نماز بخون، من اونجا به عجله میرسونم خدا باشه. نه نه، مرزی حالا شاید این فاصله زیادی باشه، من 50 متر میگیرم. آقا میدوی تون بیره، شما چه منمت میکنی؟ تون 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 برو بین سجده تا پا میشه آقا، برو اصلا همچی برو که بری 50 متر برای آقا باید برگرد عقب دنده نری زیاد آقا، برو برش پشت صفا. چرا همچی شلو بر گرفتید که؟ باید با همون حالت آقا هم مثلا تو رکوع، بله تو رکوع رکوع باشه، تو وقتی با آقا باشه منتها حرکت کن. بله، شما ذکر رکوع تو بگو پاشو، شما ذکر رکوع در حال ذکرم برو. آه کسی این کارا رو نمی کنه، ولی مسئلهش هست، نکردیم بلد نیستیم تعجب میکنیم. یادا آدم بگه بهتره. ازم برای اینکه تو اون جلسه سه‌شنبه من گفتم این مسئله رو، یه آقای صادقی داریم، این خوبه صحبت هم میکنه گاهی، مداحی هم بلده اینا، رفته تو مسجد گفته بود و آقا عبی خوبون منکر شده بود. آقای مسجد هفته دیگه اومد گفت آقا خودم کجای عروه است؟ گفتم این مسئله سیه، عروه نبودش، نداشت، رفت یه عروه تو عروه خریده بود برده بود مسجد. گفت آقا اینجا نمیشه، گفت آقای بنده خدا قبول کرد، گفت من نیده بودم تا حالا، عروه رو برده تو جلسه، حالا کار جلسه اونم را افتاد، یه عروه دار شدیم. نه هست چند، شما یادتون باشه 30 عروه دیگه به خون خودش بود. بله، بله باشه، یه حال دیگه هم میتونه بکنه، بره خونش بعد شام نماز بخونه، این همه اختیاریه، خب مستحب دیگه، نکن بشین اصلا این نماز هم نخون بعد بخون، ولی این هم مستحب دیگه، بخواد برسه این کارها رو میتونه بکنه. بله، اینا توی آخه ببینه امام جماعت شرطش اینه که شیعه 12 امامی باشه. خب بریم سراغ احکام جماعت. شرایط امام جماعت، مسئله 1453، امام جماعت باید بالغ باشه، عاقل باشه، شیعه 12 امامی باشه.
عادل باشه و حلال زاده باشه و نماز رو به طور صحیح بخونه. اگه مأموم مرده، امامش هم مرد باشه. اما البته زن به زن رو آقای خمینی میگه احتیاط واجبه که امام زنان مرد باشه، ولی خب آقایون دیگه میگن امام زن زن باشه میشه. نه قبول میکنه آقای سیستانی که زن برای زن میشه امام بشه. عرضم بر این که این یه مطلب. اون وقت اون سنی که خب یه این کسان شیعه دوازده امامی نیست، یه عیبش اینه، یه عیبه دیگه که خب اینا که احکام شهر ما را اجرا میکنن عادل هم نیستن. حالا تو چیزای دیگه نماز هم که گاهی اون بسم الله اینا هم نمیگه، واسه وضو اینا خرابه، وضو اینا که مثل ما نیستن. که حالا میمونه حالت تقیه فقط. تقیه رو اینجا دارند، حالا میخونم براتون. نه اصلا نمیریم بخونیم، شما بریم تو هتل چلو کباب که خوردیم با نوشابه و میخونیم ناز. شما برای خودت گرفتار کردیم اونجا برای چه؟ نه بله، نه تقیه بله. یه وقتی رفتی دیجا اگه نری پشت سر آن نماز بخونی میان سرتو میبرد. اون وقت بخوای بی سر بیای خونه نمیشه، میگه آقا برو بخون که میره خونه سر همراد باشه. تقیه مال ترس دیگه، مال خوف و ضرره. بله اینجا هستش در تقیه. حالا فقط چشمم براتون بخونه، بلخونه که بخونم. بله بله، مسئله آیت الله بهجت تو شماره 1181 رساله شون چه شماره زده نوشتن مأموم در نماز با مخالفین تو پرانتز غیر شیعه واجب است به وظیفه منفرد عمل کند، و اگر لازم است تقیه کند، همین تقیه که لازم باشه، حمد و سوره و لااقل حمد را به صورت آهسته بخواند، در غیر این صورت نماز را اعاده نماید. آقای بهجت میگه حتی اگر تقیه لازمه حمد رو بخون، یواش خودت کار خود تو بکن، تو با اون رکوع سجود برو، به طور منفرد بخون. این مال آقای بهجت. عرضم بر این که آقای سیستانی ببینید اینجا دیگه اینا کم دارن، از اینجا به بعد باید تو این چیزا خوندش. مناسک حج، مناسک حج به خاطر که میرن اونجا این مسئله ها رو داره. که آی سیستانی هم من دیدم مثل همین آی بهجت، این همینه، میگه که اگر لازمه تقیه کنی حمد الله اقل یواش خودت بخون و با اون آر برو بیا. ولی خب الان ما تقیه واجب نداریم، ها الان کسی مواظب نیست که مثلا بیاد ما بکشه چرا نماز نخونه. بله چه شرطی از اون شرطی امام جماعت مثلا مصافر میشه که فرد دیگری بده؟ خب شما جواب. هیچ شرطی ثابت نمیشه، همه شرط جاش بده. خب جوابشون چی بده؟ جوابشون همینه، تمام شرطه که امام جماعت شرطش عمومه که نیست، که هر به صلاح شرایطی که امام جماعت داره دارن باشه اقدام، اگر نگه بعد یکی دیگه میخواد بره جلو به اون میخواد اختلاف کنه، اونم باید اون شرط بده. یعنی مرد باشه، بالغ باشه، عاقل باشه، شیعه عادل ها جوابه. بله عادل کسیست که گناه کبیره نمی کنه، گناه صغیر در تکرار نمی کنه. مرحوم امام که فرمان گناه صغیر هم نکن. و چجوری بفهمیم؟ بگم در ظاهری که باش اینا که سر و کار دارن، مهمان همسایه‌شن، همکارن، نه آدم خوبیه در ظاهر، ندیدن ازش گناهی، همین کافی. اون اسمش تقیه مداراتیه. تقیه مداراتی استحباب داره، این تقیه لازم وجوب داره. یعنی اون وقت که تقیه لازمه باید برید چیکار بکنید؟ اگه شما میخواید بی سر برگردید تهرون که اون از خانواده کجا ماش کنه سر اونجا، اون لازمه برید اختدا کنید. اما تقیه مداراتی مستحبه، یعنی میگن که اگر در طول زمان
هی اقتدا نکنیم و مثلا ضررها شروع میشه. اونجوری قبول کردن که میتونید اقتدا کنید، ولی این تغییر مداداریتی رو آی بهجت دید قبول نکرد. الان قبول بهجت قبول نه، آی سیستانی هم قبول نکرد، ارزم آی زنجانی هم قبول نداره، میگه الان چیز نمیست، الان واجب که نیستش. بله مرحوم امام قبول دارن، آی فاضل قبول دارن، مقام رهبری قبول دارن، خود من قبول دارم. تغییر مداراتی میگن برید نماز بخونید درست. یعنی الان آقای بحجت میگن که اگر اونجا مداراتی هم خواست بکنه هم دو یواشکی بخونه. بله بعد نماز منفرد بخونه، چیزی به نماز منفردش خدشه نخوره، با اونا رو بزرگ وجود بره خوب بره. بله نه اون که تغییر مداراتی رو قبول داره، شما اینه سانه بر اختلاف اینا اینکه نماز خودمون هم سلام نخون وقتی تغییر است دیگه شوخی نیست بخون، اصلا رو فرش سجده کن. ده همین اون که قبول داره میگه درست. این اگر که بدونه که این گناه ها مرتکب شده یه جایی ازش خواستک مال دوام بشه مثلا میتونه مرنمان بشه؟ ببینید جواب ایشون شما بدید تا بریم سراغ بحث. ایشون میفرمان که بالاخره اوایل بلوغ یا گناه کبیره کرده، مثلا حالا بعد به خودمان جماعت بشه میشه یا نه؟ چی جواب بدید؟ چون اصلا اول بلوغ هم نه، شاید مثلا پریش همشی گناهی کرده. شما که گفتید دیشب اونجا بودید که مزاجم توبه کرده باشه برای یه عمل مستحبی مثل نماز جماعت، حالا بقیه هم عادل بدوننش، آیا به خود این بنده خدا خدشه وارد میشه؟ یعنی خب ایشون داره دست پا میزنه امام بشه. خب شما جواب بدید. ملاک حال فعلیه، چون ملاک معمولی هم که میخوام بهشون افتدا کنن نباید مطلع باشن و بدونن ایشون به ادارت تبریشش بدن. ببینید این شور که ایشون گرفتن غیر از 14 معصوم کسی نمیشه امام بشه، برای اینکه اونا هیچ گناه نمیکنه. اسمت که نمیخواد، نه حالا اصلا زناکار بوده، لواطکار بوده، رباخور بوده، 20 آدم هم کشته، ولی آیا توبه کرده یا نه اینو میخواد، و آیا به وظایف شهریش عمل کرده، مثلا دیه داده، مثلا ربار پسته، وظایفی که باید بکنه. یه مدتی هم باید بگذره که این حالت ملکه براش باشه، این حالت عبادت شده عاطل، مگر عبادت یه خورده بگذره ملکه درش، ملکه یعنی مقداری زمان ببره که عادت کنه به این بندگی خدا کردن، عادتش بشه، این حال عاطل ولو 20 سال عمرش هم پرشه. هر وقتی اومد توبه کرد، اما قبل از اینکه بره میدون شما میتونستی بهش اقتدا کنی. بله درست توبه کرد و اون حالت در میدونم دیگه، این از این به بعد دیگه آدم خوبیست. وقتی به قولشون وضعیت فعلی وقتی حالا دیگه نمیکنه و الان تو خط و واقعا هم خبر داری که این دیگه بنا به درستی داره و الی آخر، همون ملکه یعنی همین میشه. اصرار به گناه نداره؟ بله نمیکنه، آخه دیگه گناه رو ترک کرده و آدم خوبی شده و درست شده و میدونید که دیگه هم بله این اونجوریست، بنام نداره گناه کنه. صلوات الله.